باراک اوباما در آخرین پیام تبریک سال نو گفت که جشن نوروز امسال کاخ سفید با حضور عده‌ای از ایرانیان آمریکا از جمله چند کارمند ایرانی آمریکایی کاخ سفید برگزار می‌شود. خبرنگار ما بهمن کلباسی که به مناسبت نوروز به واشنگتن پایتخت آمریکا رفته بود با این پنج خانم ایرانی تبار گفتگو کرد. مرکز قوه اجرایی، خانه و دفتر رئیس جمهوری و نماد قدرت سیاسی در آمریکا. کاخ سفید که سالانه هزاران نفر کنجکاوانه به پشت نرده‌های آن می‌آیند، محل کار چند صد نفر کارمند، مقام‌های ارشد دولتی و مشاوران بلندپایه باراک اوباما و معاون اولش هم هست. در میانشان پنج نفر هم ایرانی تبارند. تو وست میگه اونجا. یعنی این زیر؟ آره. اوکی، پس دفتر تو اینجاست. آره. دفتر شما کجاست؟ من دفترم بیشتر طرف وست، ایست وینگه، ببخشید، اون طرفه. من و هدیه جون اینجاییم. به مناسبت نوروز، در پس نرده ها و درون این کاخ با آنها گفتگو کردم. اشتغال این تعداد ایرانی آمریکایی در کاخ سفید بی سابقه است. زنانی موفق با نقش هایی متنوع. اسم من ماندانا فاطمی است. در دفتر روابط عمومی کاخ سفید کار می کنم. من پانته فاید هستم. در دفتر امور اجتماعی کاخ سفید کار می کنم. اسم من فیال گوشیریه. دستیار ویژه باراک اوباما هستم. من سهر نوروزاده هستم. مدیر ایران در شورای امنیت ملی در کاخ سفید هستم. من هدیه غفاریان، مدیر دفتر گلارایی کاخ سفید هستم. من دفتری را اداره می کنم که همه نامه هایی که دانش آموزان و دانشجویان به رئیس جمهوری می نویسند را بررسی می کنه و موضوعات مطرح شده و محورهای کلی آنها و گاه بعضی از نامه ها را به دست شخص آقای اوباما می ده. همیشه به خیلی از ایرانیان آمریکا که میپرسن چجوری در کاخ سفید کار گرفتم میگم پشت کار و تمرکز بر هدفم به من خیلی کمک کرد. در دفتر روابط اجتماعی من و همکارانم مسئول برنامه ریزی برای بسیاری از مهمانی ها و گرد همایی ها برای رئیس جمهوری و بانوی اول کشور هستیم. یکی از بهترین خاطره هایم برگزاری مراسم نوروز بود که امسال هم داریم سعی می کنیم باز تکرارش کنیم و همچنین دیدن واکنش بسیاری از مهمانانی که به کاخ سفید دعوت می کنیم وقتی با آقا و خانم اوباما دیدار می کنند. این ملاقات ها تجربه بیادماندنی است. هر وقت دوستان یا اطرافیان متوجه میشن که من دستیار ویژه باراک اوباما هستم، یکم شوک میشن و احساس غرور میکنن که یک هممیهنشون در این سمت داره کار میکنه. این احساس خوبیه. من توضیح میدم که از نزدیک کار کردن با رئیس جمهوری آمریکا محصول کار و تلاشمه و ایرانی بودنم به هم در این مسیر خیلی کمک کرده. ایرانی ها هیچ وقت ازت میخوان که به اوباما از طرفشون پیامی بدی یا حرفی بزنی؟ خیلی زیاد. من بعضی وقتا حرفا رو منتقل میکنم، البته به روش خودم. هدیه هم خیلی مردم میدن که با آقای اوباما بدم که من میدم به تیم جمع‌آوری هدایای کاخ سفید. تلاش کلیم اینه که ایرانی بودنم تأثیر خودش رو بذاره. واقعا افتخار میکنم که این همه همکار ایرانی در کاخ سفید هستند، چون ما نسل اول ایرانی آمریکایی هستیم که چنین شغلی داریم و باید سعی کنیم نماینده های خوبی برای ایرانیان آمریکا باشیم. من یک سال و نیم پیش کارم رو توی کاخ سفید شروع کردم. کار دولتی رو 11 سال پیش شروع کردم. در دولت‌های قبلی در وزارت دفاع بودم. بعد تصمیم گرفتم برم به سمت سیاست خارجی و دیپلماسی و اون وقت بود که به وزارت خارجه پیوستم. خیلی خوش شانس بودم که تونستم برای این کار در شورای امنیت ملی اقدام کنم و بالاخره در آگوست 2014 برای این کار پذیرفته بشم. وقتی خبرش منتشر شد که شما مدیر دفتر گلارای کاخ سفید بودید، ما خیلی هم از اون خبر استقبال شد، همه خیلی ها سوال کردن که چجوری یه خانم ایرانی موفق شده به این همچین جایی. میتونید برام بگین که چجوری اصلا به این شغل رو گرفتید و اومدید به کاخ سفید؟ من چون که سالها بود در این کار میکردم، برام خیلی جالب بود و دلم میخواست اقدام کنم، اقدام کردم و با پشت کار و سماجت که حتما بگیرن اینا رزومه منو، اپلیکیشن منو، دریافت کردن و برای اقدام این کار که اومدم اینجا، یکی از قسمت‌هایی که برای این گرفتن این کار بود، باید برای خانم
فرست لیدی خانم اوباما یه پرزنتیشن میذاشتیم برای گلایی که قرار بود مثلا درست میکردن و ایشون انتخاب میکردن که بین ما کاندیدا کدومو دلشون میخواد که مدیر گلارایی کاخ سفید باشه. حضور ایرانی تباران در اصلی ترین نهاد تصمیم گیری دولت از دید بسیاری نشان از شناخت بهتر نسل جوان ایرانی آمریکایی از پیچ و خمهای جامعه میزبان و پیشرفت‌های چشمگیر این اقلیت و بهبود جایگاهشان در آمریکا دارد. خیلی بزرگ نیستش، کاخ یه خونه خیلی کوچک ولی خیلی گرم. تعدادی از زنان ایرانی کاخ سفید با پایان دوره باراک اوباما ممکن است جای خود را به همراهان رئیس جمهوری جدید بدهند، اما کولباری از تجربه و مسیری که باز کردند به جوانان ایرانی در آمریکا نشان داده که هیچ موفقیتی خارج از دسترس نیست. بهمن کلباسی، BBC، واشنگتن. خیلی خوشحال شدم.